رایان جان سلام سلام دوست عزیز سلام خوب میاد درسته عالی میاد نه مرسی. مرسی من که یه مطلی که بخواستم بگم که این دوست عزیزمون گفت شما در امن و در امنیت و سلامت هستید امنیت شما البته خوب ناشی میشه از کسایی که از گذشته روشنگری کردن و تعدادشون بیشتر بیشتر شده و این باعث امنیت شده همونطوری که شما وقتی می دانید، این حرفا رو میدنید این سدها رو میشکنید بقیه میتونن بیان تو لایف های دیگه یوتیوبی بیان صحبت کنن و این خیلی مهم وقتی تعداد زیاد میشه دیگه نمیتونن همه رو به عنوان مرتد براشون حکم صادر کنن وقتی تعداد خیلی کم یک زمانی برای سلمان روشی این کار رو کردم ولی تعداد زیاد شد تعداد زیاد شد تا جایی که دیگه عملا قطع کردن این کار رو من اولین باری که خودم شخصا شنیدم یادم این آقایی بود به نام آقای بهروز سور من داشتم توی میشنیدم که یکی بهش تلفن زد گفتش که آقای امام حسن هر شب با یک زنی همبستر می شده من اون موقع تعجب کردم بعد ایشون گفت بله بله درسته کاملا درست می گید. تعجب کردم که چطوری توی مثلا یک برنامه ماهواره برنامه تلویزیونی فارسی میتونن فرض کنید یک کمچی چیزی راجع به امام حسن بگن حتی تو خارج از کشور اینطور نبوده و بعدها کسایی مثل فولاد و اینا اومدن که خیلی بیشتر این کارها رو انجام دادن و عملا الان مقدور نیست برای آخوندهای اسلامی که بخوان با خشونت برخورد کنن با کسایی که حتی حتی بخوان توهین کنن که البته شما که توهین نمی کنید وقت و خیلی من توهین می من توهین به عقاید نه به نه به اشخاص البته نه به اشخاص به طور کلی بعضی از اشخاص مثلا میشه بهشون توهین کرد مثلا به خامنه ای من میتونم توهین کنم ولی مثلا به یه به, به یک گروه خاص به کل به یه گروه توهین نمیکنم برای اینکه میتونه تد... اد... ولی به عقاید توهین میکنم اتفاقا ببینید توهین حالا چه چیزی تو ذهن شما از توهین هست توهین از کلمه وهن میاد وهن یک چیز پس فرومایه هستش که شما بخوای به یه کسی نسبت بدید معمولا وقتی که کسایی که منطق رو میدارن کنار شروع میکنن توهین کردن فرض کنید من بخوام با شما بحث کنم یه دفعه خیلی عصبانی بشم فش بدم به شما. یعنی اینجا دیگه من منطق رو تعطیل کردم اومدم به کار توهین و فش اینجا چیدم حالا البته. مسلمان ها اون معتقدین اسلامی آخوند ها رو میگم اینها اگر شما بیاد یه مسئله رو بگید که اونا قبول نداشته باشن خیلی چیزا رو توهین حساب میکنن مثلا شما بگی آقا این افسانه سمان زمان یعنی همچی چیزی عقل قبول نمی کنه که میگن شما توهین کردید در صورتی که شما اصلا قطع, قطع توهین ندید شما این افسانه است تبهمه درست رنج ما بعض اکثر موقع ها قصد توهین نداریم و اونا اینو توهین حساب میکنن ولی ام. بعضی از موقع ها قصد توهین هم داریم و دلیلش هم برای تغییر نظر نیست اون موقع هایی که داریم توهین میکنیم موقع هایی که توهین داریم میکنیم موقع هایی هست که به خاطر آزادی بیان داریم توهین میکنیم به خاطر اینکه یک سری یه سری توهینی رو میخوان مثلا غیرقانونی کنن یا میخوان با تهدید ته، با تحتید بگن شما جلوی گفتن یک سری حرفا رو بگیرن یعنی من میدونم توهین به عقاید برای تغییر نظر کاربرد کمی داره انسان شاید هم نداشته باشه ولی هدف ما بعضی از موقع از توهین به خاطر اینه که یه دیواری داره کشیده میشه یا با قانون یا با تهدید که بگن شما حق گفتن یه سری حرف رو ندارین اون موقع ما توهینی که داریم میکنیم برای خاطر اینه که کاربرد این قوانین و این تهدیدا از بین بره خب نه برای تغییر نظر برای که بگی شما این خط قرمز کشیدین که ما رد نشیم ما اتفاقا میایم روی این خط قرمز رو شما میشاشیم همون چیزی که میگین نگین و حتما باید بگین ما باید حتما بگیم به خاطر اینکه شما دارین سعی میکنین که یه خط قرمز برای ما بکشید ما باید کاربرد خط قرمز کشیدن شما رو از بین ببریم برای همین اون موقع توهین میکنیم ما موافقه کاملا درسته و هدف درستیه این هدف خیلی مهمه راجب این مسئله افغانستان من یه مسئله رو میخواستم بگم اینی که افغانستان تبدیل بشه فرض کنید به یک جای متمدنی مثل البته متمدن که میگم بذار من توضیح بدم یعنی چی این شهر نشینی, شهر نشینی به مفهوم امروزی خب این بیشتر در اروپا شروع شده شهرهای بزرگ با یک سیستم خاصی تمدن مدنیت اینا همه یه ریشه داره ریشه شهر داره به این خاطر میگیم نه اینکه مثلا فرض کن چه میدونم آدم های بالاتری باشن حالا نسبت افغان ها ولی الله تمدن و قوانین شهری منظورم اینه که اگر افغانستان بخواد برسه به یک جایی که یک کشوری باشه که فرض کنید که مردمش نخواند اونجا فرار کنن این نیازمند مسائل زیادیه خیلی راه طولانیه میتونه راه سریعتر طی بشه میتونه هیچ وقت هم نرسه تا اونجایی که شاید صدها سال طول بکشه و یکی از ملزوماتش به نظر من این هستش که افغانستان صنعتی بشه و مردمش تحصیلات داشته باشن تحصیلات بیشتر و پول بیشتر و ثروت بیشتر یعنی صنعتی بشه شما ببینید تو اروپا چه اتفاق افتاد اروپایی که الان خیلی وضعشون خوبه که اینطور نبوده که 600 سال پیش بعد اروپا خیلی خیلی بد بود یا هزار سال پیش این شما رو که زمانی بودش که واقعا مشرق زمین در مقابل مثلا اروپا اصلا یک مدینه فاضله ای بود برای خودش حالا چه چیزهایی باعث شد باعث شد که اروپا بشه اینی که امروز هست البته آمریکا می هم کسایی هستن که از هم اروپا اومدن یک چند تا تاریخ خیلی معروف هستش یه سه چهار تا تاریخ خیلی معروف هستش که اینا رو همه تو ذهن نگه میدارن یکی مسئله گوتنبرگ تو 1455 اولی ماشین چاپو ساخت بعدیش مارتین لوتره که تو 1517 18 این بنای مخالفت گذاشت با کلیسای کاتولیک و کلیسای خود انگلستان هنری هشتم میدونید خیلی مهم بوده و در نهایت ماشین بخار که در انگلستان اونجا اختراع شد و صنعتی شد اینا همش مهم بوده در طول یک خط زمانی توی 100 150 سال باعث شد که اینا برسن به اینجایی که امروز هستن این ماشین و بخار اگه نبود من صنعتی شدن اگه نبود اروپا خیلی خیلی فرق می داشت افکار حتی این رو افکار اونها تاثیر گذاشته افغانستان یکی از چیزهایی که نیاز داره همینه بفرمایید من قبل از اینکه ادامه بده یه ذره تایید کنم حرفی که داری میزنی Uh, برای اینکه برای پیشرفت یک برای پیشرفت یک جامعه دو تا چیز لازمه پیشرفت اقتصادی و پیشرفت فکری خب uh, و تو چیزی که داشتی میگفتی در برای تحصیلات داشتی میگفتی و داشتی از تولیداتی یعنی حرفایی که داشتی میزدی رو من جوری که میگم پیشرفت فکری و پیشرفت اقتصادی و اینا رو هم دیگه خودش تاثیر میذاره خب یعنی برای پیشرفت فکری پیشرفت اقتصادی لازمه یعنی کشوری برای پیشرفت اقتصادی پیشرفت فکری هم لازمه خب یعنی این یک ب... و چیز خرافات و دین و اینا همیشه میاد جلوی این چرخه بسیار مثبته و بسیار کاربردی این عقاید بد میاد جلوی اینا رو میگیره ولی این دو تا چیز با هم کار میکنه و جفتش برای هم لازمه و این چیزایی که شما ماشینایی شما مثال زدین ماشین هاییه که میتونه خلاصه کنه که یعنی نما، میتونه نماینده این دوتا اصل مهم باشه یعنی شما ماشین چاپ و و ماشین بخار خب ماشین چاپ میتونه نماینده پیشرفتای فکریه خب و ماشین بخار نماینده پیشرفتای اقتصادیه خب و اتفاقی هم که تو اروپا افتاد قبل از اینکه اصر روشنگری به اتفاق بیفته رنسانسی که قبل از اون اتفاق افتاد رنسانسی که قبل از اون اتفاق افتاد که پایه اصر روشنگری شد قبل از رنسانس یک اختف... اختف... اتفاقاتی افتاد که اروپا از از اقتصادی روش کرد و روی اون پایه اقتصادی بود... بود که این اتفاقات دیگه افتاد یعنی ما باید دست کم نگیریم که ما مثلا پیشرفت اقتصادی چقدر مهمه که اصلا بتونیم این عقاید و یعنی وقتی مردم گرسنه باشن وقتی مردم امنیت نداشته باشن تقاضا برای این عقاید کمتر خواهد بود برای عقاید مثلا برتر ولی یه چیز در برای مارتین لوتر هم بگم مارتین لوتر خودش عقایدی رو که داشت به شدت افتضاح بود خب حتی از عقاید کاتولیکا بدتر هم بود تو خیلی موضوع ها خب تاثیر مثبتی که مارتین لوتر داشت برای پیشرفت اروپا به خاطر عقایدی که پیشنهاد کرد نبود همون چیزی بود که تو گفتی راین چیزی که تأثیری که مارتین لوتر گذاشت بدون خواست خودش خب فرهنگ اعتراض به قدرت و چیز کرد رواج داد خب چیزی که خودش هم حتی مخالفش بود یعنی حتی تاثیر مثبتی هم که گذاشت <applause> از عمدم نبود یعنی وقتی که وقتی که تظاهرات و اینا تو اروپا زیاد شد به خاطر مخالف مارتین لوتر با کلیسای کاتولیک خود خود مارتین لوتر اومد گفتش که اینا رو به شاه ها گفت اینا رو برین سرکوب کنید اینا رو برین بدون رحم اینا رو بزنین, بزنین، داغون کنین خب برای که مارتین لوتر گفت من برابری انسان ها رو توی این دنیا نگفتم من منظورم برابری دو... انسان ها تو دنیای آینده بود و بخ... توی چشم مسیح خب توی این دنیا شاه باید بر سر مردم باشه و این مردم کارگر را اینا باید جای خودشون بدونن و بزنین تو به شاهاب گفت بزنین تو سر مردم که ن... جاشون تو جامعه بدونن یعنی مارتین لوتر هم عقاید مسیحیش عقب افتاده بود و هم, عق... هم چیزی رو که تاثیر مثبتی هم گذاشت خلاف خاص خودش بود یعنی من میخوام همه مارتین رو هیچ وقت کسی فکر نکنه خودش کار درستی کرد به شدت زن ستیز بود به شدت یهودی ستیز بود و به شدت هم, اصلا وهابی مسیحیت مارتین لوتر بود یعنی دیگه ادامه ندم اهمیتی که شما درست میفرمایید اهمیتی که برای مارتین لوتر امروز قائلیم این هستش که گفت همه ایمانداران حق تفسیر دارن از کتاب مقدس و اینطور نیستش که فقط پاپ حق تفسیر داشته باشه یعنی در قبل از مارتین لوتر میگفتن پاپ فقط میتونه بگه که تفسیر کتاب مقدس چیه ولی به خاطر اینی که این کتاب مقدس به آلمانی ترجمه شده بود به خاطر اینکه به تعداد زیادی موجود بود و مردم میتونستن دسترسی بهش داشته باشن یک،, یک تحول بزرگ به وجود آورد که اون استقلال از واتیکان بود این یه خلی مقدارم, خلی یه مقدارم حرف شبیه همین سلافی و وهابیاست خب یعنی مثلا وهابیا میگن که ما احتیاج به مثلا حوزه علمی قوم و دانشکده از زهرا توی مصر رو این ملاها و مرجع تقلید و آخوندهایی که بیان به ما بگن قرآن داره چی میگه و تفسیر رو اینا نداریم خب وهابیا میگن باید بری سر خود اصل قرآن تنها چیزی که مهمه قرآنه و قرآن درسته و فقط هر مسلمانی فقط باید قرآن رو بخونه و قرآن هم چیز رو که همون چیزی گفته باید باور کنی تفسیر و مفسیر و این چیزا هم خیلی لازم نداره خب لا. یعنی دق... خب مارتین لوتر هم داشت حرف وهابیا رو میزد میگفت برین سر اصل انجیل خب که ما البته یعنی این به نظرم چیزی یعنی ت... دمومن... تاریخیش باید فکر کنید آه... آه... آرمین تاثیر تاریخیش خیلی مهمه الان وقتی که ما بخوایم تاریخ رو بخونیم همین طوری که شما از این اگر کسی بخواد بخونه به این جزئیات مارتین لوتر آشنا میشه همون طوری که همون طوری که راجبه آبرام لینکن اگه شما بخواید تاریخش رو بخونید درست آکادمیک بخواید بخونید شما متوجه میشید نقل قولای آبرام لینکن که معتقد بوده که همه سیاها باید از کشور اخراج بشن گفته که ما سفیدا خودمون داریم همدیگر رو تیکه پاره میکنیم این گفته مارتین ابرام لینکله این ای نظرش شد تو آره اینی که معتقد بوده که این کار خوبیه دیویس هزار نفر هم خارج شدن این جالبه که بدونید با کشتی ولی این پروژه متوقف شد به خاطر مسائل مالی دیوی صدا نفر بردم به یه جایی که لیبریا هستش و اسم لیبریا هم گرفته شده یعنی کشور آزاد اینها حالا کار نداریم مسئله اینجاست مسئله اینجاست که مارتین لوتر به خاطر استقلالی که از واتیکان گرفت همونطور که هنری هشتم چقدر مهمه چقدر شاه مهمی هستش به خاطر اینکه بخواد... نه اینکه به خاطر مثلا به چه شخصیتی خیلی انسان خوبی بوده خیر ایشون میخواسته زنش که کاترین هستش طلاق بده و با ان ازدواج کنه خب نمیتونسته برای این کار باید پا به جده میداده و پا به جده نمیداد و این میخواستی که این کارو بکنه و باید این کار انجام میداده و بنابراین گفتش که کلیسای انگلستان مستقل از کلیسای وادیکان میشه و پادشاه در رأس کلیسای انگلستان قرار میگیره خب یعنی یه مثله... دین جدید یه, در... یه دین جدید درست شد به خاطر شهوتی که بله خزبی... بخاطر. <تصفح> بخاطر این که مهم بوده مهم بوده که فرزندش که ولیعت باشه به عنوان یه فرزند مشروع بشناسن و بعد از مرگش این دوکای اطراف کشور انگلستان اینها شورش نکنه علیه اون فرزند و تایید همه اینها رو میخواسته این تاییدش خیلی مهم بوده و واتیکان هم برای این اجازه نداد برای اینکه واتیکان تا خیلی نزدیک بود به شاه اسپانیا و زنی رو که هنری هشتا میخواست طلاق بده اسپانیایی بود و این باعث عصبانیت اسپانیا میشه برای همین واتیکان هم اجازه نداد یه فیلم زیبایی هستش نام من فور آر سیزنز خیلی خیلی فیلم قشنگیه مردی برای تمام و فصول اینا هم انگلیسیش هم فارسیش هر دوستاش من فکر کنم خیلی راحت ده به خاطر اینکه مال دهه شست ه تا شست از فرید این خیلی فیلم زیباییه در مورد همین مسئله حالا آه عرض من کردم خدمت شما که این مسائل باعث شد که تحول بزرگ ایجاد بشه و اونها جدا بشن که شهرهای اروپای غربی یک طوری که تسلط به تمام دنیا پیدا کنن انگلستانی که تسلط به افغانستان پیدا کرد حالا آیا این مسئله به تنهایی خودش میتونه کافی باشه این یه مقدار جای بحتی شما گفتید که تمام تحولات باید از پایین به بالا باشه خیلی هم خوبی که از پایین به بالا باشه نگفتم تمام گفتم جفتش لازمه هم پایین به بالا هم بالا آره خب خیلی عالیه من همیشه فکر می‌کردم که از پایین به بالا خیلی سخته خیلی سخته مثل اینی که الان شما بگید که آقا ما نیاز داریم که مردم کمتر آب مصرف کنن اگه تک تک مردم روزی مثلا فرض کنید ده لیتر آب که جویی کنن چقدر صرف جویی خواهد شد بعد ببینیم که این صرفه جویی نشده ولی اگر بالا به پایین باشه میگن مه. که ما میخوایم یه کاری کنیم برای تک تک وایت ها یونیت ها یه کنترل جداگانه بداریم و اینا و مبلغ آب هم یه طوری تنظیم کنیم که مردم اصلا واقعا بترسن از اینکه آب هدر بدن خب. بله من اتفاقا رای از از اقتصادی اتفاقا من فکر میکنم تاثیرات بالا به پایین بهتر از پایین به بالا هست خب یعنی ام. اگه میخواین مردم مثلا برق کمتر مصرف بکنن یا اینکه غذای درستری بخورن اینا رو مالیات و قوانین و اینا خیلی تاثیر بیشتر همین از کاربن هوا رو کمتر بکنیم به که به مردم بگیم مثلا این کار کمی کن اون بکن اگه مثلا مالیات چیز رو گاسولین رو ببریم بالاتر یا اینکه مثلا رو کشتی ها قوانین جدید بذارن که مثلا حق ندارین از سوخت استفاده کنین از سوخت استفاده کنین اینا تاثیرش به شدت بیشتر هست تا بخوایم بیاین تک تک روش مردم رو عوض کنین خب نمیگم اون کار نکنین ولی خب اون از بالا به با پایین تاثیرش بیشتر به شدت زیادتر است ولی کارهای عقیدتی چیزایی که ام... مثلا مبارزه با خرافات مبارزه با مثلا عقاید دینی اینا بیشتر از پایین به بالا به نظر من تاثیر داره ولی هنوز هم فکر میکنم دولت هم میتونه نقش مثبتی داشته باشه ولی نه اینکه بیاد با اون عقاید به طور مستقیم مبارزه کنه نقش دولت اینه که تحصیلات قوی داشته باشه کشورش یعنی بیاد دسترسی به تحصیلات رو برای مردمش زیاد بکنه من نمیگم دولت نقشی نداره ولی خب از پایین به بالا هم باید اون بشه خب ولی از از اقتصادی من قبول دارم از بالا به پایین تاثیرات مهمتره اون کار دولت اونجا خیلی موثره بله چون نیک به انگری میگن که این عقیده و اقتصاد خیلی فرقی هم ندارن یعنی خیلی وابسته به هم هستن وقتی ما این دولت درستی داشته باشیم که این دولت از اون چگیده جامعه باشه چرا که نه یک عده خاص از بزرگان جامعه اگر کارشون درست باشه و اون عده در جای مناسب در زمان مناسب دوره هم بتونن جمع بشن کارهای بزرگی انجام میدن در زمان مشروطه شما اگه مطالعه داشته باشید میبینید که چقدر ما سوپرستارهای بزرگ سیاسی داشتیم اجتماعی داشتیم تو یه زمان تو یه زمان همزمان با هم زندگی میکردن کتاباشونه که میخونید اصلا باور کردنی نیست که این حد از روشن فکری در زمانی ام. که در زمانی که اون موقعی که هنوز میدونید خیلی خیلی مردم تا همین 20 سال پیش فکر میکردن هیچ همین الان همین الان خیلی مردم چقدر خرافاتی هستن شما ببین 100 سال پیش یا 140 سال پیش یک همچین آدمایی زندگی میکردن ام. و آدم هایی که شما فکرشو بکن توی جامعه ایران شما یه ارمنی رو بیاری بکنیش رئیس پلیس بعد یه آیت الله رو اعدام کنی راین اینا اینو اینا اگه میشه نکته آخرت باشه چون دو نفر دیگه منتظرن شرمنده من خیلی دوست دارم باهات صحبت میکنم ما خواهش میکنم خواهش نه <applause> 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 من ارزی دیگه هم ندارم من فقط همین رو میخواستم بگم که اگر که جامعه افغانستان بتونه یک زبدگانی داشته باشه که اینها بتونن یک هسته اصلی رو تشکیل بدن امیدی هست تا زمانی که نداشته باشه و اونها تحت تاثیر خارجی از بین برند یا متواری بشن فکر نمی کنم از این اجزای تک تک مردم پراکنده مظلوم افغانستان کاری ساخته باشه مرسی ممنون راین جان واقعا لذت بردم مرسی که وقت گذاشتی مرسی